در این مصاحبه به دو روایت رایج از انقلاب ایران می‌پردازیم. روایتی که بر آن است که انقلاب حاصل طغیان نیروهای سنتی علیه مدرنیزاسیون پهلوی بود و روایتی که آن را ناشی از تبلیغات روشنفکران و نیروهای چپ می‌داند. علی میرسپاسی استاد دانشگاه نیویورک و از برجسته‌ترین پژوهشگران عرصه روشنفکری ایران این دو روایت را مخدوش و رواج آنها را حاصل سرخوردگی ناشی از پیامدهای انقلاب و بی ارتباط با واقعیت‌های جامعه ایران در دهه 1350 می‌داند. الان که ما 4 دهه از انقلاب فاصله گرفتیم، مقدار زیادی پیچیدگی‌ها و تضادهایی که سبب شد انقلاب وجود اومد کم کم فراموش شده. اگه طرف به خاطر مسائل و معضلاتی که در این 40 ساله به وجود اومده دیگه حالت خستگی و تقریبا بیامیدی که در جامعه ایران به وجود اومده اجازه نمیده که ما یه مقدار دقیق‌تر به اون چی که سبب شد انقلاب ایران به وجود اومد بتونیم هم تحلیل کنیم هم پیچیدگی ها و تضادهاشو ببینیم. در نتیجه یه مقدار این ساده کردن مسئله انقلاب با اینکه یا مثلا تضاد نیروهای سنتی و بر علیه مثلا تجدد و مدرنیته در ایران اومده، یا اینکه ما بریم و یه عده‌ای رو پیدا کنیم، حالا روشنفکر یا مثلا چپ‌ها یا مثلا نیروهای خارجی، و بگیم که اینها انقلاب رو به وجود آوردن و اگه نبودن بنابراین هیچ تغییری نمیشد. به یه شکلی اون چیزی که هست که یه عده از ما ایرونی ها میخواییم، یعنی میخواییم فکر میکنیم که یه مسئله که خیلی هم پیچیده نیست و خیلی هم نیروی قوی نیست، نوعی، حالا نمیخوام بگم توطئه، ولی نوعی بدسلیقگی یا بدکرداریه، یه بخش کوچیکی از جامعه بود، این سبب شد یه انقلاب عظیمی به وجود اومد و زندگی میلیون ها نفر رو دچار مشکل و معضل کرد. این به اصطلاح روایتی که الان از انقلاب وجود داره قابل فهم هست، یعنی به نظر من به دست دادن یک روایت دیگه از جریان تاریخ ایران هستش که بیش از این که ارتباطی داشته باشه با مسائلی که در تاریخ فرهنگی یا تاریخ سیاسی ایران اتفاق افتاده، بیان آرزوهای یه عده‌ای که امروزه دچار یک نوعی نوستالژی خیلی قوی از تاریخ و فرهنگ ایران قبل از انقلاب هستن. حالا من واسه این که به این پرسش شما پاسخ بدم، فکر میکنم اتفاقا قبل از این که ما اصلا وارد این بحث بشیم که انقلاب چی بود و چگونه به وجود اومد، به نظر من ما یک بررسی دقیق تری احتیاج داریم از 2 دهه قبل از انقلاب، که من به این 2 دهه رو میگم دوره‌ای بود که یک انقلاب آرام در ایران انجام شد، در بازه Quiet Revolution، که این منجر به اون انقلابی آتشین بزرگی شد که وجود دارد. برابر این مجلس می کنم به طور خلاصه، به خصوص چون که شما راجع به روشنفکران ایران صحبت کردین، یک روایت خودم رو بگم از این جریان روشنفکری ایران توی 100 سال اخیر به طور خلاصه، و یک سری بنیانهای مهم فکری و فرهنگی در ایران رو با شما مطرح. کلاً اون چیزی که ما میگیم پروژه روشن فکری و فکری در ایران یا حتی مدرنیته، ایده ترقی و تجدد، اینها اون پروژه‌ایه که ما الان میتونیم بهش بگیم پروژه مشروطیت. ایرانی‌ها میشه گفت واسه اولین بار به شکل اساسی ایده‌های جدید و از نظر فکری و فرهنگی و سیاسی
یک سری بنیادهای فکری که ایران آینده چی بشه رو در اون 30-40 سالی که رو هم رفته ما میگیم دوره مشروطیت، از مثلا 2-3 دهه قبل از 2-3 دهه آخر قرن 19 تا خود انقلاب مشروطیت که 1906 فرمانش امضا شد و 1911 که دیگه محمد علی شاه رفت و حکومت مشروطیت به شکلی به وجود اومد، این یک دوره بسیار مهم فکری ببخشید فرهنگی و سیاسی در ایران هست که یک سنت جدیدی رو و نوعی رو در ایران بنیان گذاشت و این رو ما باید خیلی جدی بگیریم که من بهش میگم سنت مشروطه، یا میتونیم یه دیگه میگن گفتمان مشروطیت، هر اسمی که داره. سنت مشروطیت یا گفتمان مشروطه یک در واقع روایت یا یک سنت مهم و اساسی داشت که عمدتاً هم در رابطه با تفکر سیاسی میشه تعریفش کرد. یعنی مسئله اصلی که هم دست آورد انقلاب مشروطه و جنبش مشروطیت بود و هم عملا به یه شکلی میشه گفت پیاده شد از طریق قانون اساسی، این ایده بود که سیاست در ایران بایستی بر اساس قانون، بر اساس این اکسپرشنی که امریکایی ها میگن رول آف لا، حکومت قانون بایستی در ایران اجرا بشه، بایستی از یک طرف نهادی بشه مثلا از طرف پارلمان و غیره، و از یک طرف دیگه از نظر فکری مسئله اساسی ایران جدید از نظر متفکرین مشروطه و کسانی که مثلا سیاست مدارینی که تو مشروطیت بودن، مسئله اساسی این بودش که مسئله اساسی آینده ایران رابطه بین شهروندان و دولت، این بایستی از طریق یک حکومت قانون تعیین، تبیین و نهادی بشه. و شما اگه قانون اساسی مشروطیت هم بخونید، حالا با تمام تنشن هایی که ممکنه داشته باشه، بیان این هست. ولی نبایستی از یاد ببریم که چه در جنبش مشروطه اواخر قرن 19 تا و حتی بعد از مشروطه و چه در حتی قانون اساسی مشروطه و توسط روشنفکران و سیاستمدارانی که درگیر جنبش مشروطه بودن، یه نگرش یا برداشت یا حالا به قول ما این روزها قرائت دیگه هم از مشروطیت وجود داشت که ما نباید اونو از یاد ببریم. من در یه نوشته انگلیسی بهش گفتم There was a shadow narrative. که این رو ما به خصوص در روشنفکران دوره مشروطه که عمدتا خارج از ایران بودن، در روسیه بودن، در استانبول بودن، مثلا کسانی مثل ملکم خان که بخشی در ایران بود بخشی در لندن بود، برداشتی که اینا از مشروطیت داشتن این بودش که مسئله ایران و اصلا آینده ایران در کشاکش مدرنیته یا تجدد و سنت. حالا وقت نیست که وارد جزئیات این بحث بشیم، ولی این بحث کلن اساسش این بودش که گرچه که اینها بحث نداشتن که حکومت قانون یا به وجود به اصطلاح نهادی کردن رابطه ایرانی ها با دولتشون از طریق مفهوم شهروندی و دموکراتیک باشه، گرچه لزوماً مخالف این نبودن، ولی بحث اساسی که این روشنفکران و به خصوص سیاستمداران داشتن اینه که تضاد اصلی جامعه، مسئله و مشکل و دشواری اساس جامعه اینه که ما یک جامعه سنتی داریم که چه از نظر سیاسی و نهادی، چه از نظر اخلاقی، چه از نظر فرهنگی جامعه سنتی و شاید هم تا حدودی دینی هست و
مبارزه بر علیه این نهادهای سنتی هست توسط افکار مدرن و تجدید خواه، و عمدتا هم بعضی ها معتقد بودن که افکار و ارزش هایی که ارزش های غربی هستن. بحث این متفکرین و سیاستمداران این بود که برای پیروزی تجدد بر علیه سنت ما احتیاج به، پیش از هر چیزی احتیاج به ساختن یک دولت مقتدر مرکزی و قوی احتیاج داریم. اینها برخلاف اون سنت اولیه که خدمتون گفتم که بحثشون رابطه بین دولت و شهروندی و به اصطلاح حکومت قانون بود، اینها یک دولت مدرن جدید مقتدر میخواستن که در واقع یک ملیتی ساخته میشه که این ملی کار اصلی این ملی ایران جدید این خواهد بود که یک دولت مقتدری بسازه که از همه جهت این کشور رو مدرن کنه و نهادها و ارزش‌های سنتی رو هم تضعیف کنه یا حتی سرکوب. دوباره این یک نراتیویه که بعد از انقلاب ساخته شده، یعنی این یک نراتیوی هست که خیلی دیترمینیستیه، و این نراتیو اتفاقا نراتیویه که خیلی تو سالهای اخیر به وجود اومده، شاید 10-15 سال اخیر، که به یه شکلی میخواد بگه که اون قرائت اساسی روشن فکران و حتی سیاست برخی از سیاست مداران ایران از مشروطیت که به اصطلاح یک پروژه سیاسی دموکراتیکه، اساسش هم حکومت قانونه، اشتباه بوده، ایران آمادگی دموکراسی رو نداره، شاهدش هم شکست این لااقل شکست فکری و سیاسی این پروژه حکومت قانونه. این روایت خیلی سالها بعد ساخته شده، و اتفاقا بحثی که من امروز میخوام بکنم اینه که برخلاف پندار بسیاری، دقیق که یک قرائت یا تحلیل دقیقی از تاریخ روشنفکری همون 20-30 سال اول بعد از مشروطیت بدیم، نشون میده که اصلا به هیچ وجه اینطوری نیست. و اتفاقا من میخوام بگم که حالا گفتم هرچند این ناامیدی و این نوعی نهیلیزم روشن فکری که امروز به وجود اومده قابل فهم هست، ولی ما نبایستی کاملا خودمونو ببازیم و فکر کنیم چون که حالا امروز ما به شرطی رسیدیم که فکر میکنیم شرایط یأس و ناامیدی هست، تمام کسانی که چه حالا روشن فکرها، چه سیاست مداران، چه مردم عادی تلاش کردن یک ایران جدید رو بسازن، تمام این تلاش‌ها از اول محکوم به شکست بوده. نیروهایی که حالا چه از نظر فکری، چه از نظر سیاسی، چه مذهبیونی که مخالف مشروطه بودند، اتفاقا به دلیل غالب شدن روایت اولی بود که مخالف مشروطیت بودند، یعنی اینا حکومت قانون رو نمیخواستن، این که مردم عادی به عنوان سیتیزن مطرح بشن، حقوق خودشون رو داشته باشن، در سرنوشتشون دخالت کنه، مخالف میشن. شما اینو میتونید از محمد علی شاه بگیرید تا برخی از رهبران دینی رو میتونید بگیرید، اینا به این دلیل مخالف بودن. به همین خاطر هم هست که شما میبینید که مثلا نه تعداد زیادی ولی تعداد کمی، ولی برخی از علمای برجسته با محمد علی شاه یا با خاندان قاجار متحد میشن بر علیه اینها، و مسلما هم میدونیم که کسایی که مثل محمد علی شاه و غیره، اونا در به خاطر محدود شدن قدرت پادشاه بود که مخالف مشروطیت بودن، نه لزوماً به دلیل اینکه اونا فکر میکردن که مشروطیت مثلا ارزش های غربی رو در ایران وجود میاره. دقت کنید که از 12 نفر آیت الله اصلی که اون زمان اوایل قرن 20 در میان شیعان وجود داشت، هم در ایران هم در عراق در نجف، 8 تاشون
با مشروط خواهان بودن. حالا این هم باز خودش باعث یه نوع سوء تفاهم شده. بخش عمده ای از رهبری روحانیت شیعه با مشروط طلبان بودن، این دلیلی نبود که اونها دلیل این نبود که رهبران شیعه فکر میکردن که جنبش مشروطیت جدال میان سنت و مدرنیته است و اینا طرف مدرنیته بودن، چون اونها هم فهمیده بودن مسئله اصلی در ایران محدود کردن قدرت دیکتاتوری دولتی هست و دادن حقوق سیاسی اولیه به مردم ایران، و این هم از این جهت بود که از مشروطیت دفاع میکردم. من یک مثال کوچیک به تو میگم، چون که این بحث میتونه طولانی تر بشه. اگه خواستید ما میتونیم برگردیم و بگیم که نقش روحانیت شیعه چی بوده، ولی یک بحث مهمی که در واقع نوشته مهمی که در نقد مشروطیت وجود داره، بحث شیخ فضل الله نوریه در رابطه با اینکه هر شهروند ایرانی حقوق مساوی دارن و میتونن رأی بدن، و ایشون از زاویه تفکر خودش و از زاویه درکی که از تشیع داشت این بحث رو مطرح کردند که تمام مردم ایران از نظر اسلام نمیتونن برابر باشن، بعضیا مؤمنن بعضیا نیستن، بعضیا مسلمونن بعضیا نیستن، همه اینها نمیتونن حقوق داشته باشن. و اتفاقا ایشون با وجود که تقریبا مرتجع‌ترین رهبر مذهبی ایران در اون زمان بود، ولی بحث تئوریک یا در واقع تئولوژیکی که ایشون میکرد پرسش کردن از مفهوم اساسی مشروطیت بود که مردم ایران همه علارغم اینکه به چه دین یا چه طبقه متعلق هستن حقوق مساوی دارن. و اتفاقا پاسخ ایشون رو هم کتاب مهم آقای نائینی هست که در نقد شیخ فضل الله نوری نوشت. بحث ایشون هم اینه که نخیر، بر اساس در واقع تفکر اسلامی و سنت اسلامی شهروند، ایده شهروندی میتونه وجود داشته باشه. دقت کنید بحث بر سر مدرنیته و سنت نیست، و حالا بعضی ها ممکنه اگزاجره کرده باشن و فکر کنن که مثلا آقای نائینی یا آقای طباطبایی چه آیت الله چه متفکرین شیعه که از مشروطیت حمایت کردن به خاطر این بود که اینها نوگرا بودند یا چیزایی مثل این، ولی اصلا این دوگانگی سنت و مدرنیتیش کمکی نمی کنه. اینها مسلمونی بودن، هر دو طرف، هم شیخ فضل الله نیرو مسلمون واقعی بود، هم طباطبایی و نوری ببخشید نائینی متدین و مسلمان بودن. بس بر سر این نبود، بر سر پروژه اصلی مشروطیت بود که همچنین خدمتون گفتن مسئله حق شهروندی و محدود کردن دولت. ولی همطوری که بهتون گفتم، البته یا نگرش دیگه که از مشروطیت وجود داشت، همطوری که شما گفتید، این عمده کردن جدال یا تضاد میان سنت و مدرنیته بود. از نظر من با تمام مشکلاتی که ممکنه قانون اساسی مشروطه داشته باشه، این روایت اوله که عمدتاً در قانون اساسی مشروطه دیده میشه و تا حدود زیادی هم از این نظر دقیقه، و به نظر من با توجه به زمانی که این قانون نوشته شده بود مترقی و کمک کننده هم هست. به نظر من این ایده که تاریخ روشنفکری ایران به طور دقیق و به طور نسبتاً عمیق‌تری مربوط میشه به دوره قبل از انقلاب مشروطه 1906 تا حدود زیادی اشتباه. نظر من این هستش که جنبش مشروطه، هرچند که از نظر سیاسی و به عنوان یک جنبش اجتماعی جنبش موفقی بود، و من شخصا هم با تأکید بر حکومت قانون موافق هستم، ولی از نظر فکری به نظر من دستاوردهای خیلی مهم و اصیلی نیست.